این بار میخواییم با آرش میرحمدی بریم سفر. متولد 1350 بچه فراشبند، بازیگر، کاراشون هم دیدید از ساعت خوش شروع شد، بعد رفت تو خنده بازار، محله گل و بلبل، بچه محل، کلبه عمود پورنگ، خلاصه کلی فیلم و سریال طنز بازی کرده. بریم ببینیم آرش خوش سفره یا نه. خودم هم بهش بمالم. گاندی آرزو داشتم ببینم که خدا بیامرز مرد ندیدم. گاندو رو دوست داشتم ببینم. گاندو هست؟ آره تو آب. شترم لمس نکردم، کرگدن و کمپرم لمس نکردم که الان چیز و کمپر رو لمس کردم. به 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 به، عجب چیزیه. دردمندی داشتی اینو وا میکنی استفاده میکنی. یکی از این آمپولا به من میزنی؟ جا کفشی داریم، طبقه بالا ویوش بهتره. به 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 به، چقدر قشنگ. معلومه کف کردم یا نه؟ کفام دیده نمیشه هنوز. نه تصورم اصلا این شکلی نبود که آشپزخونه، خونه زندگی، یخچال، فرش، مبل، تخت، یعنی اصلا توی یه همچین چیزی همچین بساطی ساختن به نظرم خیلی عجیب غریبه. دست نزنه کسی به کشوی من. نه الان قفلش میکنم، کلیدشم میدم به تموم. این کشو مال منه. آره تا حالا میزبان نبودم، الان دیگه میزبان. حرف گوش کنی یا همه ساکت. تخت خواب تام انتخاب کن، بالا یا این. میتونی بری رو تخت بالا، کلا اون بالا چادر بزنی یا همینجور بخوابی. واقعا؟ بله. نه اینجوری. خیلی باحاله. آقا من همینجا میخوابم. باشه. شاید خواستم نصف شبی برم شهاب سنگ نگاه کنم. بالا مال شما. توش گرگ نباشه. امتحان کن، هول بده نترس. آها به به. سفر ما نه مسیرش مشخصه نه مقصد، همه چیز بداهه است. بازی معلوم میکنه که کجا بریم و چقدر بریم. مارپله که بازی کردی؟ مارپله بازی کرده، ماراشو بدم میاد ازش. ببین اگر تا 20 رفتی تو بازی که بهت میگم میشه جنوب، جنوب، شرق، غرب، شمال، اینم هر جا که تو بگی. آها اوکی، هر جا که تو بگی. اوکی 10 بار تاس میندازیم. خب تو 10 بار اگر رسیدی به هر جا تو اون مسیره. منم زرد، منم قرمز. زبینم بهم میاد. آره آره بهم میاد. تو ببین بهت میاد خیلی. اصلا من که خودشم دیگه. بعد جای گذاشتی. خب بلی بلی گلینا داره اسن عبدالرب دل عبدالرب دل من فنگل یور دونو بنا برو لیسی لایدی برو جوجی سی پولو را بگو هولو را. حالا میگیر آزادی. چهار تا جالب. خب. تو مسیر شمالی. شمال. آره. چیزی که مارپله میگه تا حالا کسی روش حرف نزده. پرسیستون تکرین الالاساسین ایف ام پی ام بفارو. تیشل اوسو مایدی. شما سه وعده غذایی در نظر بگیر و حالا میام وعده تفریح. چقدر پول لازم داری برای این سفر دو نفره؟ برای سفر دو نفرمون 300 میلیون. سه وعده طلا میخوریم. 1.5 میلیون به من بدین. باشه. خوبه؟ برین. آره. کمپر ماشین سرعتی است. ما نهایتاً با این ماشین 80 کیلومتر میریم. آها. برای اینکه 24 ساعت سفر بکنیم ماکسیموم 200 کیلومتر که بتونیم لذت ببریم دیگه. آره. درست شد. آره. تاس میریزی جمع این دوتا شد چند؟ 10 تا. تا 200 میتونی خودت بریزی، میتونم من کمکت کنم، منم بریزم. فقط یه چالش داره. هر موقع این بیاد کل عددات صفر میشه. اوه پس الان هرچی بیاد هی کیلومتر تو داری پیدا میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. صفر. این 8 کیلومتر. صفر شد. 6 کیلومتر. 6 کیلومتر. 6 تا رو بریم. اختیار با خودته.
6 و 9 15 کیلومتر. 15 کیلومتر. 15 باریکلا اینم 10 25. 25 و 6 31. کمک نمیخوای؟ 31. یه دونه دیگه برم بعد کمک کنم. ای والله. 31 و 8 39. 39. یه دونه هم تو بریز. اگه صفر شد. صفر شد پیادت میکنم خودم میرم. صفر شد پیادت میکنم خودم میرم. ترسیده. آها اینم 8 تا 47. 47. میخوای بریم یا میخوای بریزی؟ میخوای یه دونه دیگه بندازم. یه ریز بریز. ببین اگر صفر شی از همینجا پرتت بکنم بیرون. 47 تا. واو 9 تا. میشه 56 تا. 56 تا. میخوای 56 تا رو بریم. هر جورت. اوکی. من اوکی. بقیه‌اشو اونجا می‌ریزی. آره. پرویز گریسو تو جنبه بنداز، زاپاسو بذار چادرو بنداز. پرویز گریسو تو جنبه بنداز، زاپاسو بذار چادرو بنداز. کامیون دیگه روشنه حالا، پرویز بپر و زود بیا بالا. میگن که راننده منم، دل رو به جاده زده ام. تو جاده های زندگی من تو رو دور نمیزنم، من تو رو دور نمیزنم. قصه پرویز شادابی را خوندم تا آخر، خوندم تا آخر. واسه خاطر دلش میخونم این قصه را من صد بار دیگر. پرویز من، عزیز من، سرگردون مثل من، بی سامون، بی سامون. چرا بی سامون؟ مثل من بی سامون آواره است. ما آواره جاده ایم دیگه، یه راننده و شاگردیم که نمیدونیم کجا میخواییم بریم. پاس انداختیم داریم میریم. آواره. یعنی آواره تر از ما وجود. حیف که کلمه احمق کلمه درست نیست. به خاطر همین میگم آواره تر از ما واقعا. پس تو هر موقع میگه آواره منظور احمقه. آره دیگه تو خودت این برداشت رو. نگفتی توی رانندگی و سفر معمولا موسیقی چی گوش میکنی؟ من خودم هیچی گوش نمی کنم. سکوت. ولی اگر بچه ها باشن اونا کلن موزیک گوش میکنن. چه باحال، حوصلت سر نمیره هیچی گوش نمی کنی؟ نه من اصلا واقعا هیچی گوش نمی کنم، یعنی سکوت سکوت. حتی رادیو هم گوش نمی کنم. آه پشت این چیز تونل خوب. از اون برش میرم الان. خب بیا آرش. این صندلی مال تو. تو این صندلی مال من. خیلی خب حالا میزی داریم. اینم میزه. اینم میزه واقعا. بشین. پس این شد میز و صندلی ما. آره حالا یه دونه رو کشم میاد. میونم چقدر زیباست. حالا آرش اون ذهنیتی که صبح داشتی گفتی مثلا سمت طالقون یه جایی بری، الان اینجا اتفاقی اومدی؟ چرا بهتره، به خاطر اینکه اونجا ذهنم خودش تصویر میکرد که مثلا الان توی این تپه ها که میریم یه جاهایش خیلی سرسبزه، میتونیم توی لایه این تپه ها بریم. اینا رو ذهنم از قبلشون میدونست تقریبا طراحی کرده بود، ولی اینجا رو نه. مثلا بریم تو این بریدگیه، اومدیم تو این بریدگیه، چه رودخونه با حالیه، اینجا میشه چسبون ماشینش چیز کرد. بعد اتفاق خودش هیجان انگیزتره. پس در نتیجه من متحول شدم، من الان عوض شدم، الان یه آدم دیگه هم. منو میشناسی؟ نه. من الان جاسمم دیگه. تو راننده بودی؟ نه دیگه الان یه آدم دیگه هم. یه آدمی هم که از الان از ژاپن اومدم دیگه. اصلا دوزو و تاکوش ایراشی تو کوداسای ماسنکا دوزی هاتا تو سوما زاده از این سو دو اوتوم تاپ تو نمایی قرمان سو لوسنی داد قزا که می تو سورا اصلا تو نمایی می خوای بهم بدی؟ اسم غذایی که می خوای بدی چیه؟ شونگول پارتا.
زردچوبه اینقدر مفیده که اروپایی‌ها چون ندارن قرصشو دارن میخورن. به خدا جدی میگم. من واقعیتش آرش نمیدونم تو کی داری جدی حرف میزنی، کی ما رو سر کار گذاشتی. نه واقعا اینو جدی میگم. کاراکترت بود نون خالی خور. آره. دوست داشتی اونو؟ آره. خودت معمولا اینا رو پیدا میکنی یا همون اول کاراکتر رو بهت میده؟ چون دنیای طنز به نظرم خیلی به بداهه ربط داره. ببین هیچ وقت معمولا کارگردان چون بازیگر نیست که، یا حتی اگه بازیگرم باشه تیپی که نمیتونه داشته باشه مگه اینکه یه نشونه هایی یه چیزی بده، معمولا خود بازیگر تیپ رو خلق میکنه. اونا میگن یه شاگرد نونواس، فقط ماکیه شاگرد نونوای ساده ایه که همش کلا سرش میره اینجوری، توضیح شخصیت رو میدن مثلا. و توقع هم داشتن که من یه شاگرد نونوا باشم دیگه، مثلا همجوری بگم بله استاد، بله استاد، چشم، الان میپذرم، مثلا اینجوری تصورشون بود. ولی من تبدیل به یه تیپ پش کردم، یه تیپی که یه ذره سادگی خلوچلی داره مثلا. اوسا ماهی. این چه ماهیه؟ ماهیه منو ببین تو آکواریوم. پارچه قلمکار اصفهان، سفال یزد و قضای شنگول پارتای شیراز. آرش قلمکار شیراز در کنار رودخونه‌ای که صداش فرت فرت همینجوری میاد، آدم کیف میکنه. نه ولی خدای خوشمزه است. آره دست ده. میگن آدم وقتی گشنش باشه سنگم بخوره خوشمزه است. ولی این شنگول پارتا واقعا تو این هوا، تو این فضا، یعنی اون طعمی که فکر میکنی از مثلا تون ماهی و خاویار بادمجون باید باشه خیلی عوض میشه، فرق بکنه. خوشمزه است، دست در نکنم. ببین من اینو بردم سمت دهنم، کات کنیم. خب یک دو سه. تو هم فریز شو. آرش نمیتونیم بریم. چرا؟ تاس نداری؟ تاسمون کو؟ اگه تاس نباشه الان چه اتفاقی میفته؟ اگه باشه چه اتفاقی میفته؟ اگه نباشه همینجا میمونیم، شب هم همینجا هست. شب و اینجا بمونیم؟ آره. نه پس تاس هست. کی موقع اول برداشتی؟ ببین چهار تا میندازم، هر چی بود این چهار تا رو میریم. 21 و 7 28 28. سه تام داشتی، 31 و 5. 31 و 5 بسته؟ من دروغ گفتم 5 تا. من حرفم حرف نیست. مرد اونه که حرفش حرف نباشه. درسته؟ مردونه که هر چی میگه بزنه زیر شیشکی هم جرات نداشته باشه چی بگه. مردونه که اصلا افتضاح باشه. اگه صفر اومد چی؟ اگه صفر اومد مرد بی خود کرده. همون قبلی؟ آقا پس 31 و 5 میریم. خب سر 31 و 5 وای میسیم. اگه جای خوبی بود کمپ میکنین برای شب. برای شب. اگه جای خوبی نبود باز از نو، روز از نو، شب از نو. باش بریم. بریم. برای سلامتی خود و خانواده خود اجماعاً صلوات. راننده رو چرا نمیگی؟ آه برای سلامتی راننده اجماعاً صلوات. یه صدای صلوات داری دست جمعی برداری؟ الان رسیدیم به یه دوراهی. پس همونجور که مشاهده میکنید ما به یک دوراهی برخورد کردیم که الان موندیم سر دوراهی میشینم، خودم رو تنها میبینم، دونه دونه سمت راست میریم یوش که حال کنید. آدم آدم اوکی خوبه؟ آره حتما. اینو ببین من به خاطر این آبشاره گفتم این ور رو بریم. ببین به 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 حاله چیه این هوا رو؟ این چیه؟
ببین فقط میشه 100 متر پیچیدی سمت راستا. ولی بیا بریم یه شنا هم بکنیم. بریم زیر. من تو زندگیم کی پا میده برم زیر کف. خیلی قشنگه. آخر حس خوبی داره. با هم یه نعره بزنیم آخرین نعرمونو. چرا آخرین نعره؟ نه یعنی تترین جایی که میتونیم. بریم. یک دو سه. یا آخه احسان بیا تا هم نعره بزن. یک دو سه. یا تو هم بیا بیرون. هدفون دو تو هم بیا سر تو بیا بیرون. چهار نفری. یک دو سه. یا به خدا بسپریمش. نظرت چیه؟ بریم. خداحافظ. خداحافظ. مراقب خودت باش. آروم بیا پایین، سرت به سنگ نخوره. نذار آدما کاری باهات بکنن. نذار ببندنت خشک شی. اگه خشک شی میمیری. میمیری. میخوام ببینمشو برم بالا. درست میام؟ آره بیا بیا. همو اینجا بذارم. من عقب میام حالا. بیا. جای خوبی گذاشتم. آره اوکیه. بشین. میخوام دماغم هوای اینجا رو بخشه. من 4-5 ماه یعنی هیچ کس نمیدونه چه دردی کشیدم. شاید احساس میکنم یه انرژی انگار 30 ساله ازم گرفت. واقعا سختی کشیدم سر این سیستم هاضمه‌ام. و الان شاید چند ثانیه تونستی اون انرژی قبلی خودتو پیدا کنی. یه لحظه اصلا فراموش کردم شرایطم هستم. جالبه من این جاده رو دوبار اومدم به مه نخورده بودم. جدی؟ آره. یوش خیلی خوبه. رفتی یوش؟ نه. سر خاک لیما نرفتم. توی خونه خودش بریم اگه میرسیم اونجا. آره یوش نزدیک. یوش 50 کیلومتر. 85 تا تموم شد. خسته نباشید. پس دیگه رسیدیم دیگه اونجایی که در واقع اونجایی که من میگفتم رسیدیم دیگه. خب مخواه چیکار کنی؟ مخواه بریم پایین یه ورانداز کن. اگر اوکی که همینجا کمپ کنیم، اگر نه باز میخوای ادامه بدی تا 200 تا تو 125 115 تا دیگه داری. چه حسی داری؟ هیچ وقت اینقدر صدای سکوت رو نشنیده بودم. اینا خوردنیه ها. میدونستی؟ نه. اینا خوردنیه. میشناسی؟ آره. چی هست؟ علفه. اینا رو گاوا گوسفندا اینا میخورن. خب بعد ما چی؟ نه برای ما که نه خوردن. یه جوری گفتی فکر سرده ها. ور ور تی پته پورت پرلت کوپر یه ور ور رفت رفت تو پرت پرت ور فور سرده. تاس میندازیم. هنوز من جا دارم دیگه. من هنوز 80 کیلومتر 85 کیلومتر از چیزم استفاده کردم. کیلومتر. آره یکی یک قل بدیم 10 متر ببینم چی میشه. من 5م. من 3. اون 4ه. 4 4م. 4 و 3 7 29 بود. آره 29 36. 36. بریم 36 رو. خودت میدونی. 36 رو بریم الله. 36 رو بریم. زود بریم تا احسان اینا سوار نشدن. بریم بریم. امین و احسان رو ول کنیم بریم. بریم بریم. خداحافظی کن. بای بای کن براشون. بای 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 خداحافظ. لا 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 میری لی گولی لی.
آقا سلام. خوبی شما؟ حالتون شما کسره. مال کجایی؟ حصار. آقا این آرش رفیق من سیستم گوارشش کلن به هم ریخته، ملتهب، درد وحشتناک. این منطقه احتمالا مثلا کسی که طبیب باشه سنتی، یا مثلا شما چون کار گیاه اینا جمع میکنید میتونه کمکش بکنه. میشناسید اصلا توی منطقه یوش نمیدونم پایین تر بالاتر؟ ما 24 ساعت وقت داریم این آقا رو خوبش کنیم، وگرنه همینجا میذاریمش میریم. نه موبایل بوکن بوکن بگیرید همینو، تمیز خاک نداره. دم کن این آویشن بوکن ببین بوی عطرشو. بعد وای اینا رو خاک نکاشو بگیر بشور، دم کن بذار بجوشه و برو اصلا میری فضا. این چیه؟ وای برفه. برفو نگاه کن آقا، ببین آبشارا میاد اون پایین، از همین برفاست و نگو چند ارتفاع ماشین بیشتره. 4 متر 5 متر برفه. خسته نشدی؟ نه خسته نه. خب چه خبر؟ تو خوبی؟ خوبی چه چجوری بود تا اینجا؟ خیلی خوب بود. نه جدی بگو. واقعا سفر هیجان انگیزی بود. به راستی ببخشی، بسم الله نرفتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد یه سوالی، تو موقعی که اومدی جلو نشستی تخمه آوردی جلوی اون پفک رو؟ چرا هم پفک آوردم هم تخمه؟ الان چند ساعته؟ اینا رو میخوام برگردونم تهران پس بدم. هزار از این تو اصلا فکر نکردم راننده یه جای نیاز داره که مثلا؟ نه فکر نکردم، فکر کردم برای شب اینجا دور هم نشستن وقت زیاد داریم برای این چیزا. من الان بریم آتیش کنیم اینا رو میاری بخوری؟ احتمال داره. بریم پایین. ما میتوانیم. دیمو میخوام، دیمو میخوام دختر همسایمون، دیمو میخوام، دیمو میخوام دختر همسایمون، اتو پیش گل میریزم پیش پایش تا بیای خونمون. آب بوشهر شور شور، راه بوشهر دور دور، ما که میریم زن بگیریم چش دشمن بشه کور. آلو داری یا نداری؟ آی پس چرا به سیب زمینی شما میگید آلو؟ ببین این اشتباه بین المللیه که به آلو میگن سیب زمینی. آلوه، اون آلوه که تو زمین زیر زمین درش میاریم. چرا شما به یه چیزی که بالای درخته میگین آلو؟ اونی که بالا درخته سیب زمینیه. نه اصلا سیب زمینی نداریم، سیب فقط یه نوع سیبه، اونم به درخت آویزونه. دو پیازه آلو نخوردی کاکو؟ نتیجه تلاشمونه. آره بفرمون خواهش کنم. امیدوارم که خوشتون بیاد غذای کمپری. الان دوست داری بعد شام چه فیلمی ببینیم؟ فیلم ببینیم؟ دوست نداری؟ یعنی واقعا بیکاری ما بشینیم الان اینجا تو کمپر تو بیابون فیلم ببینیم؟ خب چیکار بکنیم؟ بخوابیم دیگه کاری. آیا وریفه نمیخواییم پشیم؟ نمیخواد باشیم. امیر احمدی استاد صبح شما بخیر. صبح بخیر. استاد حدثت نکی دیشب جای خوبی وایستادی؟ والا توی تاریکی اومدیم البته. آره این منطقه نصبت بگم بده من دربین تو میگی دیشب انقدر اینجا سکوت وهمناکی داشت جرئت نمی‌کردی در کمپر رو وا کنی ببینی. الان فکر می‌کنی اگر امروز توی این
چند تا تپه و کوه بریم یه دوری بزنیم بعد امشب همینجا بخوابیم بازم همون حسو داری؟ شاید نه، شاید چون غریب بوده ناآشنا بوده اینجوری. میخوام همینو بگم چون ما شبم رسیدیم هیچ چی ندیده بودیم از هیچ کجا. آره. نمی‌دونیم چیه کجاست. دقیقاً ریشه ترس به نظر من از ندونستنه. تو دوست داری اصلا در مورد آدما بدونی یا آدم غریبه یا اصلا کاری به کارش نداری، زندگیتو می‌خوای بکنی. اوکی، اینم جزء زیست اینجا. سلام سلام، خداحافظ. من ایراد دارم فکر کنم متاسفانه، چون من میگم سلام سلام خداحافظ. اینجاشو بذار با یه زبانی بگم که نفهمین اصلا چی میگم. سیلاسی ایسیه سولو نوتلا رو دیوی پی پی کلون استیکل پیپل اندیلو سیلافات با روگ مایچ ایوی پاستو با گریون مایه پیپل. بقیه اون جلوت گذاشته. آره خب جلو آخه فایده نداره. خب چینی ها اینجوری هم. چینی ها اینجوری میشینن؟ چرا وایسادی؟ 121 کیلومتر. نه بابا، شما دیگه مسیرت مقصدت همه مشخص شد. اه سفر تموم شد. 121 کیلومتر. من یه پفک و یه تخمه بهتون میدم. آها، در عوض 4-5 کیلومتر تا یوش بریم. یعنی اینو از دیروز آورده بودی نمیدادی برای اینجا نگردش. آره برای روز مبادا. بریست داستو خدا 15 کیلومتر به من بده. کجایی؟ تو کجایی؟ تو کجایی؟ تو کجایی؟ جواب داد. خدایا خدایا من 15 تا عدد میخوام، یه تاس خوب بهم بده. خدای 15 رو بهم بده، در عوض واقعا قول میدم، قول میدم که جبران کنم. صمیم قلب بود؟ جواب تو نداد. نمیدونم صمیم کلیم بود یا صمیم قلبم بود، تا بود هرچی بود. خب بریزم. 2 3 5 تا. 5 تا. 6. خب 16 تا. خب خودش میدونه که 1 کیلومتر اضافه ترم باید بهم بده. چربوندتش که یوشو رد کنی بقیهش بیاد. نه دیگه وسطش میتونیم وایسیم دیگه. میگم آقا وسط کاره وایسیم. آی آدم ها، آی آدم ها که بر ساحل نشسته شاد و خندانی. یک نفر در آب دارد می سپارد جان، یک نفر دارد که دست و پای دائم میزند روی این دریای تند و تیره و سنگین که میدانید. آن زمان که مست هستید از خیال دست یابیدن به دشمن، آن زمان که پیش خود بیهوده پندارید که گرفتستید دست ناتوانی را تا توانایی بهتر پدیدارید، آن زمان که تنگ میبندید بر کمرهاتان کمربند، در چه هنگامی بگویم من یک نفر در آب دارد می کند بیهوده جان قربان. ای آرش، چه پی؟ کجا بودی؟ کی اومدی تو؟ من خیلی وقت نیدم. سلام مستر. ایشالله که ماشالله و ایلا که الحمدلله. آرش خیلی به من خوش گذشت. به منم همینطور واقعا. یعنی جدی فکر نمی کردم که اینقدر، چون مسیرم این رانندگی می کردم خسته بودم، تو هی حواست بود با اینکه درد داشتی. یعنی قشنگ مشخص بود که به خودت میپیچی ولی میخوندی، جوک میگفتی، خاطرهای خوبت رو تعریف میکردی. من خیلی حال کردم. لطف داری تو. منم کنارت واقعا به هم خوش گذشت. عزیزی، سفر خاطر انگیزی بود برام که تو خاطرم میمونه به عنوان یه سفر با کمپر که شاید برام پیش نیاد دیگه، شاید یک بار اتفاق افتاده باشه و لذت بردم باهات. سردت که نشد تو این سفر؟ چرا؟ خیلی سردش شد. برجت دمت گرم با این که این شرایط جسمی رو داشتی. خوب هم قربونت برم. ممنون. ایشالله که خوب شده باشه، خوبم از آب در بیاد و اونایی که میبینن حالشون خوب شه.
به افتخار خودمون.